از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. با گرمترین و صمیمانه‌ترین درودها حضور همه شما بینندگان بسیار ارجمند و گرامی برنامه با بزرگان موسیقی و همینطور نگاهی به شعر و موسیقی. بینندگان ارجمند، هفته پیش در خدمت استاد بهرام مشیری بودیم و خیلی خوشحالم که به هر حال آنچه که استاد بیان کردن مورد اقبال و توجه شما عزیزان و سروران من قرار گرفته و چون مبحث خیلی وسیع بود خواهش کردم که این افتخار رو بدن که در خدمتشون باشیم. جناب مشیری الان در برنامه حضور دارن، دنبال میکنیم مسائلی که هفته پیش ایشون در مورد اونا با شما صحبت کردن و عرض کنم خدمتتون که تاریخچه ویولون و ویولونسازان مشهور رو به هر حال در اون زمانی که ما داشتیم استاد بهرام مشیری خیلی منطقی و مستدل بیان فرمودن. اجازه بدید که بار دیگر خوش آمد بگم به استاد. خیلی خوش آمدید. قربونتون برم، من خجالت میدونم آقای توفیقی. قربونتون برم. جناب مشیری، برنامه هفته گذشته فوق العاده مورد توجه قرار گرفت، به خصوص کسانی که علاقه به موسیقی دارن، به خصوص جوان ها بسیار استقبال کردن. بله همینطوره. پیش دنبال میکنیم چون خیلی مسائل بود که شما میخواستیم در میان. بله خیلی ممنونم. سپاسگزارم از هموطنان. با درود سه‌باره عرض میکنم خدمتتون که امیر داره دوربینش رو درست میکنه. من کدوم دوربین باید نگاه کنم؟ من میبینم همین که چراغش کنه. بله. خدمت شما اجازه بدید یه مطلب مهم خدمت هموطن عرض کنیم و اون این که اون کسانی که در کار موسیقی بودن درک کرده بودن که این سازهای ایرانی سازهای ارکستر نیستن. آقای توفیق، این سازهای ایرانی فردن فرد برای همراهی با آواز هستن. اینها برای ارکستر با اینا نمیشه درست کرد. بلد. چون هیچ رنگامیزی نداره آخه این سازهای ما. درست. چجوری میخوای رنگامیز رنگ یعنی فرض کنیم ما یه تار داریم، یه ستار داریم و یک کمونچه داریم، یک نی. بله. ما با این ارکستر نمیتونیم، یه سنتور، ارکستر نمیتونیم درست کنیم. آقا حساب کتاب داره ارکستر. بابا درسته. این داستان اینطور نیست. این آدمهای دانا اومدن فهمیدن از زمانی که دارالفنون باسوده اینا که این سازهای ایرانی بسیار خوش صدا هستن، اینا برای همراهی با آواز هستن. تقریبا برد صدای اینا یعنی گامبندی اینها تقریبا اندازه صدای آدم، یعنی برای همراهی با خواننده بوده یا تکنوازی. اینا بر ارکستر نبوده، کسی جرأت ارکستر گذاشتن نداشت. سازش هم اگه بود از بین رفته بود و اینا. بنابراین این سازهای فرنگی که آمد مثل پیانو و آدمای بزرگی مثل معروفی و مثل محجوبی، اینا آمدن بزرگترین خدمات رو کردن به این موسیقی. شما نیا کنید به آهنگهایی که در اون زمان تنظیم شده برای برنامه گلها. درست. و با چه درایتی روح الله خالقی در هم آمیخته سازهای ایرانی چیز فرنگی رو و بعد برای تکنوازی چه هوشیارانه بود این. بله. این ساختار که اول ترانه بود که خب آهنگ تنظیم شده بود، بعد می آمد آواز و یک سولیست تراز اول مثل حسن کسایی یا استاد جلیل شهناز اینا می نواختن و بعد دوباره ترانه. این بنیانگذار این سیستم خالدی بود، میدونی. بله. ولی و این پیانو که آمد، عرض کردم که نوازندگان سنتور اقبال کردن به پیانو و ویولون. اساسا شما ویولون به قدری مهم است که اگر شما سازهای خانوادگی ویولون رو بکشید از موسیقی کلاسیک بیرون چیزی باقی نمیمانه. یعنی ویولون و ویولا و چلو اینها بخش میانی هر ارکستر فیلفیل هارمونیک رو ویولون داره. بله. و ویولونیستای بزرگ کشورها در ردیف سرداران و مشاهیر اون سرزمین هستن. درست. یه آدم مثل ویوالدی به عنوان مثال خواهش میکنم عکس ویوالدی رو نشون بدید. بله ویوالدی یا پاگانینی، یعنی درست. ایتالیا اونقدر که به پاگانینی مینازه شاید به فلان امپراتور ننازه. بله درسته. یا بله این ویوالدیه. بله. اون آهنگای مشهوری داره. بله چهار فصل بله خیلی مشهور. با ویولونش این آقای ویوالدی هست. بله.
و بعد پاگانینی رو لطفا نشون بدین. پاگانینی رو شیطان ویولون میگن، علل اطلاق بزرگترین نوازنده ویولون در تاریخ پاگانینی. آقای پاگانینی، بله پاگانینی است با ویولونی که در دست داره. ویولونی که در دستش هست احتمالاً از ساخته های گوارنری هست، گوارنریس، یعنی پاگانینی گوارنری رو ترجیح میداد به استرادیواریوس و باعث شهرت ویولون های گوارنری شد. بله. و در عصر جدید آدم های مثل یاشا هایفتس و دیوید اویستراخ، بله این آقای یاشا هایفتس هست، به نظر بعضی این هم آقای اویستراخ هست. اینها هایفتس، اینها هر دو روسی بودن. بله. و در تینیجر بود یاشا هایفتس وقتی آمد به آمریکا و تا آخر عمرم در آمریکا بود. و اینها کسانی هستند که با ویولون به منتها درجه اعتبار نه خود تن خودشون رسیدن که کشورشون هم معتبر کردن. یک مش آدم عذر میخوام بیعقل آمدن بعد از انقلاب. بله. گفتن که آقا این سازهای خارجی رو بریزید دور. درسته. که البته بعضی آدم ها قبلا هم این کاری کرده بودن، مثل اون دوست محترم این باشیانی که رفته بود در انگلیس، در آلمان. بله. دیپلم طلای ویولون هم گرفته بود، به معنی که برگشت گفت بریزید آشغالا رو بیرون ببینیم اینا چی هن اینجا فلانی حرف، یعنی سازای ایرانی. ای بابا. بله. خب خیلی خوب، حالا بی عقلا اومدن. بی عقلا اومدن، این به خدا خدا عمر بدهد به این دوستان توده ای و چپ ما. آه. که اینا جز ضرر و زیان به این مملکت چیز بانه کن، اینا هم نوا شدن. درسته. شروع درسته. کردن نامگذاری کردن برای موسیقی و تقسیم بندی کردنش که آقا موسیقی رادیویی اخ اخ پوف پوف بیاین ما چیز کنیم. جلنگ و جلنگ و جلنگ، این صدای ناخوشی وقتی با هم میکس بکنی و شما ساز کششی به قدر کافی نداری، دلنگ دلنگ میشنوی. درسته. یعنی هیچ ساز با ساز همش مزرابی که نمیشه ارکستر ساخت، یا شما با سنتور که نمیتونی نوای خوش در میکس کنی و در بیاری، که همش گوش خراش میشه. این دلنگ و دلنگ رو به راه کردن. و رئیس کل هم البته خدا عمرشون بده، ایشون هم نقش مهمی داشت. بله. آقای سایه، این شاعر بزرگ ما، غزل‌سرا. بله. و آیت الله لطفی، لطفی نظر میداد، ایشون اجرا میکرد. یعنی گفته های آقای سایه، خدا عمرشون دراز کند، راجع به موسیقی. بله. گفته های لطفی است، اون میگفت در واقع فصل الخطاب او بود، ایشون هم تکرار میکرد. یعنی چون ایشون اطلاع از موسیقی نداشت. بله. تاریخ موسیقی یا ایچی. بنابراین اینا هم آمدن و گونی به تن و عرض کنم که انقلاب بکنن. و اینم کار انقلابیه. مثلا آمدن برادر من، عزیز من، تو ستارت بزن، تارت بزن، بزن دوستت هم ویولونش بزنه. آخه این که نشد توی مملکتی یا بیان زحمات گذشتگان رو نابود کنن و کردن. و این همه کارها اساسا کارهایی که زمان آقای چیز شد که همش بازسازی کار گذشتگان بود، چون کسی حاضر نمیشد با اینا کار کنه. درست. وقتی چپ ها رو آوردن در رادیو، این آقای چیز دوستان، هنوزم شنیدم این مرد محترم بزرگ نشسته که انقلاب کارگری پرولتاریا بزنه، پدر صاحب کاپیتالیستا رو در بیاره. و اینا اومدن و چون کار نمیکردن استادای بزرگ، رفتن بیرون گفتن آقا ما اینجا کار نمیکنیم با این وضعیت و اینا. اینا چاره نداشتن جز اینکه برن کارهای درویش خان و کارهای عارف قزوینی هم بازسازی کنن که خوب بله، بود. بله. ولی قبلا اینا قبلا شده بود. شده بود. بله کار... شما اشاره کردید واقعا. بفرمایید شما مطلبی دارید. بفرمایید. نه همین که شما الان اشاره کردید کاملا درست میفهمید. من یادمه مثلا کارهایی که رولا خالقی تنظیم کرده بود، کار عارف قزوینی یا علی اکبر خان شیدا رو. بله بله. بعد اینا مجان همونا رو، در حالی که شما اون قدیمی ها رو گوش کنین، استاد غلام حسین خان بنان فوق العاده با مهارت اجرا کرده و خالقی چه ارکستراسیونی کرده. بله، چه تنظیم. بله، چه هارمونی. بله، زیبا. بله، بله. و اینا واشتن با دو تا ساز همونو زدن. بله 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 همینطوره. ببینید هر چیز به جای خیش نیکوز، زحماتی که رفته برای این کار. میگفتن که مثلا در صحبت هاشید این موسیقی رادیویی هم به درد نمیخورد فلان. یعنی چه موسیقی رادیویی؟ آقا هر چی درست موسیقی درست حسابی ما داریم. دقیقاً. که هنرمندان تراز اول مملکت، دانش آموختگان مکاتب قدیم. بله. آدمای برجسته موسیقی مثل حسن کسایی، استاد شهناز و بقیه استادان. اینا آمدن رادیو، پس کجا رفتن اینا؟ پس چی شد آهنگای شما؟ چی شد آهنگای جدید؟ چی ساختید؟ هیچی. بله. ایران ای سرای امید، نمیدونم بر سقف تو نمیدونم سپیده دمید، سپیده‌اش هم خمینی بود دیگه. بله بله. بعد اینا آمدن اسم هنرستان موسیقی رو کردن، نمیدونم محل
سرود پسران یه همچی چیز محمقانه بله یعنی یعنی مدرسه موسیقی ملی شد محل سرود پسران یا آموزشگاه سرود پسران یه همچی چیزی این چپی هم کمک میکرد و متاسفانه حائل شدن یعنی قطع کردن اون همه زحماتی که کلنل کشیده بود و خالقی کشیده بود و این ایران دوستان تراز اول که خدمتکاران این سرزمین بودن و اینها وطن دوستان بودن عشق ایران در دل اینها بود به موسیقیش کار کرده بودن اینها همه رو چیز کردن و غلغم کردن و گفتن خیلی خوب حالا ما همه ارکسترا رو ببینیم مثلا ارکستر شماره یک داشتیم دو داشتیم اول که به نام خود هنرمند مثلا ارکستر خالدی داشتیم بله. بعد اینا رو شماره بندی کردن واقعا چه نوازنده های تحصیل بله. کرده بله. ویولونیست های خیلی خوب در این ارکستر بله. بودن متاسفانه یک مرتبه ما دیدیم یه دگرگونی اومد بهانه شنان که میخوام موسیقی سنتی رو احیا کنیم مثل که کسی کشتتش که یه آره کنه حالا یک چیزی هم من بگم که یک طرف نرفته باشیم بلد. البته متاسفانه بر اثر تبلیغات بر اثر تبلیغات فرنگی و اینها یک طوری شده بود که رفته رفته عرض میکنم که یک گرایش های اونچنانی هم چیز میشد اینم نگفته نگذاری بله درسته بله یه فرهنگی که اصطلاحا فرهنگ گوگوشی میگفتن بله. حالا گوگوش خیلی هم خوبه بله. ولی چیز میکردن حالا خب میدونی آقای ولی کلن این که بله. اشاره کردن کاملا درسته بعد این گروه هایی که درست شدن در خارج از کادر رادیو خب یه زمانی بودن موسیقی جاز در حالی که اصلا اونی که اونی جاز نبود و واقعیت قبل موسیقی پاپ جاز ایرانی بله. بود الهامی از چیز نقبه بله. الهام گرفتم بعدم یه کاری که کردن شما درست انگوش گذاشتید روی این نکته خیلی حساس این بود که بعضی از کارهای دیگر سرزمین ها رو مثلا آهنگای هندی رو ترکی رو برمی‌داشتن بله، به گونه ای بله، بله، رو اجرا می‌کردن بله، بله، که خوشبختانه اون موقع شخصیت های بزرگی که در رادیو بودن مثل عبارو خان بدیعی بله، مثل استاد علی تجویدی بله، بله، اینا رو که میگم بعد از استاد رولا خالقی بود بله، بله، اینا خیلی صد ایجاد کردن یه واقعیت قضیه بله. که بعدن اگر بینندگان ارجمند و حتی شما که بهتر از من میدونید اینا در خارج از کادر رادیو فعالیت میکردن و همشون هم دلشون میخواست بیان تو رادیو ولی اون ضوابط رادیو این نوع موسیقی رو قبول نداشت بله همینطوره بله. همینطوره اینی که ما شخصیت هایی داشتیم واقعا در همون ارکسترا من یادمه وقتی اینا رو منحل کردن خب شما نگاه بکنید آیا آهنگسازی به قدرت و توانایی استاد علی تجویدی داشتیم؟ نه والا چقدر زیبا طراحی میکرد چقدر خب استاد بره خانه نشین بشه بله بله آی گلخان بدیعی آهنگایی به اون زیبایی ساخته ساز به اون زیبایی ساز به اون زیبایی بقیهشون همینجوری آقا کسی میتونه مثلا جواد معروفی منکرش بشه بله هم سازنده بود هم تمزین کننده بود هم نوازنده توانای پیانو بود بله 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 همین که میفهمین کاملا بله. درسته جناب مشیر خواهش میکنم ببینید حالا صحبت به اینجا کشیده موسیقی در مملکت ما متنوع بود بله. یک موسیقی رسمی مملکت بود که نمایندهش رادیو بود بله. و برنامه های گلها بله. و خدا رحمت کناد اون بزرگ رو پیرنیا رو که با چه دقت و مراقبت این کارها رو انجام میداد بله درست یعنی مرحوم استاد زلفنون میگفتن به مخلص بله. که ما در ارکستر گلها ساز میزدیم و اینها گفت من یک هم مالشی به پنجم ویولون و یه مالشی خیلی کوچولو کوچولو بله آره میخواستم مثلا حالتش رو بهتر کنم گفت که به همون اتاق ضبط گفت بله گفت که ببندید ضبط رو نگه دارید آمد گفت یه کسی با ویولون داره یه کاری میکنه بله نکنید آقا همون نوت خودتون رو بزنید ببینید دقت و توجه یا استاد شهناز می‌فرمودند که ما سولو کار می‌کردیم ما ساز می‌زدیم میومد پیرنیا میگفت صدای این ضرب با صدای این تار هارمونیش درست نیست یعنی از یک سنخ نیستن هماهنگی نداره اوکی. بنابراین دو تا سه تا ضرب شاید عوض میکردیم تا میگو ها ها حالا درست شد یعنی بیهوده اینا ساخته نشده بود درسته. آقایون اومدن و گفتن که آهنگ باید انقلابی باشه و در واقع این تار و چیز هم فکر کردن این مسلسله یه شیوه های نوازندگی عجیب غریبی در آمد که آدم چی بگه آقا این کار رو قبلا کرده بودن
ما آدمایی داشتیم در قدیم که مجبور بودن ساز و تون بزنن و سرپا بزنن، مثل میرزا حسین قلی و زرپنجه و استاد نی داوود و وزیری وزیری اینا. خلاصه عرض کنم که اینو میگفتم، چند نوع موسیقی داشتیم. یک موسیقی رسمی بود که موسیقی اصیل ایران رو، این سنتی را من دوست ندارم، یا موسیقی قدیم ایران، نه این موسیقی ردیفی ایرانه و موسیقی اصیل ایرانه. بعد ما می آمدیم و یک موسیقی داشتیم که در واقع کوچه و بازاری بود. کوچه بازاری بود، خاستگاهش هم تهران بود. درسته، بیشتر. بله بله، حالا در کابارای جاری شد. تصنیف خانانی که بسیار تأثیر داشتن روی ملت، مثل بله. سوسن، چه صدای بی نظیری داشت. سوسن یا آقاسی، اینا موسیقی نبود، موسیقی پاپ ایرانی در واقع اینا بود. بله. یه موسیقی هم داشتیم که نشأت گرفته از موسیقی عربی بود، به واسطه اینکه عرب با ما همسایه هستن و موسیقیشون خیلی غنیه. در اهواز و آبادان اون منطقه این صدای فرید الاطرش برای ام کلثوم خیلی چیز بود، نشأتی گرفت و یک نوع موسیقی عربی هم داره که خیلی هم زیبا بود. بله. آخرین نمایندهش دوست عزیز ما بود که بفرمایید چند مدت فوت شدن، آقای نظری. بله. ببینید اینا چند نفر بودن؟ بله، اولیش هم قاسم جبلی بود. قاسم جبلی بود خیلی شهرتش فراگیر. بله، فراگیر. تا 94-95 سالگی هم میخوند. بله. چه آهنگای زیبایی. بله. مثل رقص پروانه و بله، خیلی کاره قشنگ داره. بله. کاره خیلی زیبا داره و بعد این هم خیلی دلاویز و دلچسب بود. بله. زمینه ای که تم موسیقی و ساز که زمینه عربی بود. بله. حتی اگه شخص ویولون میزد می‌دیدی که گرای عبارات عربی میزنه، هیچ اشکالی هم نداشت، خیلی هم خوب بود. بسیار. بله. و یه موسیقی محلی داشتیم. محلی داشتیم. و یک موسیقی هم که می‌تونیم بگیم که اندک حرامزاده بود، همونه بود که شما اشاره فرمودید. یعنی شخص میرفت یه موسیقی ارمنی، نه که ارمنی بد باشه، موسیقی همه موسیقی ها خوب هستن. می‌دزدیدن، می‌آوردن. یکم بالا پایینش می‌کردن و به نام خودشون. بله. به نام موسیقی. این بد بود. بله. این یکی خیلی بد بود. بله. این بله. این داستان. حالا آقای مشیر شما این نکته هم بگم بعد دید. این آقای قاسم جبلی قبلا خب تو رادیو بوده، بعد همین که صدا جتم عربی داشت خب میدونید ردش میکنن. بعد مشیر رماین شهردار که مسئول موسیقی در اون زمان بوده، دوباره قاسم جبلی میاد امتحان میده. خب صدای خوبی داشت، ردیفا رو هم میدونست. تکی میخونه در دستگاه ایرانی، مشیر ما قبول شد. امادران میره میگه استاد میدونید این بو کیه قبولش کرده؟ این است کیه؟ میگه آن کیه؟ میگه همین قاسم جبلی ها. میگه بیا ابلاغ میگنیم. آره، چون قاسم جبلی چیزای تم عربی رو میخونده و اینا. این مشیر ما این تو ذهنش این بوده، در که خب وقتی امتحان داد اون ردیف رو خوند، یک دستگاه رو انتخاب کرد. منظورش که قبولش نکرد. آره، بعد که امادران خدا به یاد گفت که هم قاسم جبلی ردش کرده بودن. نشده بودن. خیلی بله. جالب بود. بله. خیلی خیلی جالب بود. بله. بله، عرض می شود که و این داستان در واقع زیانبار بود. بله، که موسیقی ها رو بندازیم دور و سازار بندازیم دور و نمیدونم. خیلی جفا کردن. خیلی این همه کار شده بود گذاشتن کنار. حالا ما باید سالها دیگر بنشینیم تا نمیدونم یه پرویز یا حقی دوباره که یعنی امکانش اگرم پیدا بشه به گونه دیگر خواهد بود. دقیقا پرویز یا حقی نمیشه. بله، اون فضا که حاکم بود. بله. اون فضای که داد و ستد فکری و هنری بود بین اساتید، استادان بزرگ بودن. اینا دیگه اون فضا دیگه نمیاد پیدا هم بشه به گونه دیگره. کاملا درسته. یعنی یه آدمی مثل استاد جدید شهناز باید فقط اون فضای اصفهان و وجود اون همه استاد از این مکتب اصفهان خودش فوق العاده است. بله، و اون پاکی فضای اصفهان و اون زاینده رود همینا باید باشه تا چون همه چیز زائیده شرایط اجتماعیه. کاملا درسته. به قول این جایی ها میگوین که سوشال کاندیشن، یعنی مثلا شرایط اجتماعی برای شما قرار چیزی به وجود نمیاد. درسته. شرایط اجتماعی که وجود میاره، بنابراین اون شرایط دیگه این همه دیپرشن و این همه گرفتاری و این همه بدبختی تو مملکت اون احوال رو ایجاب نمیکنه که در روزگار قدیم بود و بین دوستان و یاران. بله. بود. اینا همه دوستان بودن. بله.
مثلا دوستی آقای پرویز یا حقی که موضوع صحبت این جلسات بوده، بله، با بیژن ترقی قدیم بوده، بله. این اصلا دو یار جدا ناشدنی، بله، بودن. این دوستی سبب خلاقیت میشد، درسته، بله. یا دوستی استاد کسایی با استاد شهناز اینها، بله. اون فضای خوب نیست الان در ایرانی که شما میخوایی سازی بزنی میترسی که الان میریزن اونجا، درسته، عرض میکنم که چاقو کشان، بله. و چه مایه آزار و اذیت کردن، بله. هنرمندان رو اینها. باری این دوستان چپ ما این کار کردن و حتی من بر این هستم که متاسفانه، بله. آدم کشی رو هم همین دوستان یاد آخوند دادن، بله. چپ که خیلی ضربه زد به اون مملکت، یه واقعیتی، بله. خیلی از هر زاویه‌ای بخوایم ارزیابی کنیم، واقعا ضرباتی که جناب مشیر اینا وارد کردن، حالا بخش موسیقیش رو شما دارید نمبان میکنین، در جاهای دیگر البته بسیارشون هم بعدها نادم پشیمان بودن، بله، بله، نادم پشیمان شده. شاعری مثل شما فکر کنید که این اواخر هم در روسیه بود، چندی پیش هم مصادف بود با درگذشت سالگردش، چاوش کسرایی، بله، تا آخرین، بله، لحظه هم در همین مکتب باقی مونده بود، سیاه کسرایی روسیه، بله، بله، بعد آمد وین، در وین فوت شد وقتی انقلاب شد و اینا. خب اینا شعرای خوبی هم بودن، آدم به قول قدیمی ها نمیتونه منکر استعداد و ذوق و قدرت و توانی جاوش، همون کسی است که مثلا اون شعر آرش و سروده که تو مدارس من یادمه مسابقات موقع میگادن دکلمسیون، همین شعر آرش رو، بله. بچه ها اجرا میکردن، از بحر کرده بودن، بله. یعنی واقعیت قضیه شاعری به قدرت و توانایی او که میتونه یک همچین شعری مثل آرش بگه که خیلی هم طولانی شعرش و شعرهای دیگه‌اش، ولی متاسفانه اواخر زندگی خوبی نداشت دیگه به خاطر همون جریان سیاسی که رفته بود، بله. ولی فرمودید شاعر، من یک قطعه ندیدم در تمام شعر، ولی شعرش آرشش خیلی شعر بلندی، بله، بله، که ما که زیبا که در باب ایران و مردمش گفته، بله. شد، نه، اینا همیشه میزدن به صحرای کربلا و داستان انقلابیگری و اینها، مثل اینکه وطن دوستی یه چیز مردودیه، کاملا نایدن. کاملا من هیچ کدومشون نایدن، نه، درسته، هیچ کدومشون نایدن که اشاره به ایران داشته باشن اینا. خلاصه از این قصه ها که بگذاریم، عرض می شود که ما جلسه پیش خدمتون بودیم، برخدمت ما از شاگردان سبا یاد کردیم، بله، عرض کردیم، بله. که اینها در واقع کمپوزرهای ویولونیست بودن، بله. یعنی آهنگسازانی که با ویولون شروع کرده بودن، بله. بیشترین تصنیف و ترانه ها رو اونها کردن، یعنی، بله. مهندس خرم بود، استاد تجویدی بود، حبیب‌الله خان بدیعی بود، پرویز یا حقی بود، بله. و حتی اون گذشته بریم مثلا شخصیت مثل مجید وفادار، بله، بله، نه، چند برادر بودن، من نامشون فراموش، بله. کردم، مجید بود و حمید، بله، حمید، بله. سنتور میزد، مجید ویولون میزد، خوبم میزد، خیلی خوب، خیلی نوازنده خوب. و آقای مشیری شما یادتون باشه در اون شرایط، خب برای فصل بهار، خب این مجید بود دیگه، اون آهنگ گل اومد بهار اومد که پوران اجرا کرد، بح، که هنوز هم شما خوش نمید، یا آهنگ مثل مرمه بوس، اساطات های مجید وفادار که ششم آقای هیدر بابی، بله، گفته، بله، بله، مجید، بله. فوق‌العاده بود، هنرمند، بله، شایسته، بله، بله. بود، چند تا برادرم بودن، بله، برادران معارفی، معارفی، بله، برادران، بله. معارفی هم فوق‌العاده خوب بودن، یه دو برادر یکیشون هم به خانم دلکش ساز میزد، بله، شاید شما اسم یادم بیاد الان، من یادم رفت، اینا بودن، استعدادهای دیگه بودن، ویولونیست بودن و آهنگ ساختن، بله. و اینها، بله. مثلا ما لشکری ها رو داشتیم، آقا بزرگ داشتیم، لشکری بود، بله، بله، لشکری ها، بله، با دلکش، بله. خیلی، بله. جواد لشکری، بله. جواد لشکری، آقا بزرگ، بله، 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 درست میفهمین کاملا، بله. و عرض میکنم که در باب ویولونیست هایی که آهنگ ساختن صحبت میکردیم، ما آقای پازوکی رو، بله، استاد جامعش پازوکی، بله، استاد پازوکی بزرگوار ما، بله، برای اشاره کردم که تعداد کارهایی هم که ایشون کرده، درسته، خیلی زیاده، فوق العاده زیاد، بله. و عجب اون که اشعار بسیاری از اینا هم شعر خودشون، اصلا اکثرا خودش گفته، به ندرت از ترانه‌سرای دیگه. من یادم یه بار یکی از اشعار رهی رو استاد پازوکی خودشون با هم صحبت کردن، موافقت کردن روی یکی از آهنگاشون گذاشتن،
مال رهی معیری رو. آها. با توجه به اینکه رهی خب میدونید دیگه مینازید بود، واقعا هم شاعر توانایی بود، خیلی. هم ترانه سرای بزرگی بود. خیلی 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 آقای پاژوکی استاد مشیر میدونید که در اصفهان بوده، در مکتب بزرگان از نوجوانی تلمس کرده. بله. و دوست این هنرمندان بوده. آقای جلیل شهرها چقدر از جانبخش پاژوکی تعریف و تمجید کرد در اون بزرگ داشتش. بله. و پاژوکی همون موقع در رادیو اصفهان اولین بار یه ملودی زیبایی نوشت که ناهید اجرا کرد. بله یادم میاد. بله غروب کوهستان. بله. بعد اومد تهران، این فوق العاده دلنشین بود. آقای پیرنیا شنید و گفت این باید بیا در گلها اجرا بشه. عجب. بله در برنامه گلها اجرا شد. بعد جانبخش پاژوکی کارهای زیبایی هم به پوران دادن که اینا در برنامه گلها میشه دستی نگیره دست من. بله در بله. برنامه گلها اجرا شد. این که شما اشاره فرمودید ویولونیستا اونایی بله. که واقعا در ویولون توانایی داشتن، راست میگیم بهترین آهنگا رو در واقع اینا ساختن. بله بله حقیقتی. بله بله بهترین آهنگا رو ویولونیستا ساختن. بله گاه گاهی میدیدیم که بودن کسانی هم که آهنگایی میساختن. بله مثل اون فرض بفرمایید که مثلا مثل آقای محجوبی دیگه، مرتضی خان محجوبی. بله مرتضی خان محجوبی پیانو میزد ولی بله. خب آهنگای زیبایی هم خیلی. ساخته خیلی آهنگای جاودانه درست کرد که غلام خان منان خونده دیگه. بله. من بله. از روز ازل مثلا بله نمیشه. بله بله یا رو اون شعر مشهور استاد چهلیار آمدی جانم به قربانت ولی بله. حالا چرا بله بله. ساخته های استاد بله. محجوبیه. بله. راست میگیم محجوبی در رشته پیانو بله. خیلی قدرت و توانایی داشت. هفته پیش اشاره کردیم به برادرش که او هم نوازنده بسیار توانایی بود که اون در نوجوانی از بین رفت. اشاره فرمودید همین من از روز ازل دیوانه بودم که در سگاه هم هست. بله و مرتضی خان ساخته اینو برای رضا ساخته. بله من از روز ازل دیوانه بله. بودم. بله, بله. بله. این همه داستانی داره این متاسفانه. بله. ترانه پشترش داستانیست. بله و راجع به آقای جناب استاد پاژوکی صحبت میکردیم تعداد بله. کارهایی هم که کردن خیلی زیاد هست. درسته بله شاید از هزار تا بیشتر باشه. بله بله و حاصل این که این ساز ویولون ببینید چه برکاتی داشته در درسته. در باب در واقع تولید هنر کاملا و آهنگسازی در مملکت ما. درسته. و عوض این که اگر در اون روزگاری سبا بود و استاد ذوالفنونی بود دو معلم که این همه شاگرد تربیت کردن، حالا ما باسی در هر شهرستانی و یک مدرسه موسیقی داشته باشیم. آفرین. نداریم. نداریم. ببینید مگه ممکنه یک کشوری نداریم. بیشتر از 2000 سال 2500 سال سابقه تاریخ هنر موسیقی داشته باشه. درسته. و بعد در شهرستان ایران مدرسه موسیقی نباشه. بله. خیلی عجیبه. بله. خب یعنی که این متاجرین بله. مشیری از روز نخست مخالف این هنر بودن. مخالفت الان از همون موقع اینا مخالف بودن. منتها اون موقع زورشون نمی‌رسید. الان که دیگه قدرت مطلقن دیگه. بله اینا که دشمن این داستانن. دشمن هنرن. بله. و در روزگار قدیم هم نداشتیم. مدرسه بله. موسیقی در همه شهرستانا نداشتیم. نداشتیم نه درست. شما اگر که نگاه کنید به یا صحبت کنید با دوستانی که در آذربایجان. بله. آذربایجان ساختگی. بله. اون که از ایران جدا شد. بله 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 در باکو. بله مدرسه موسیقی باکو خیلی تعدادشون زیاده و اینا چه موسیقیدانای بزرگی هم دارن، چه تربیت میکنن و چقدر احترام دارن. بله حرمت برای موسیقیدانان و نشون و موسیقیشون هم که میدونید که موسیقی ایرانی در واقع. بله و اون لهجه نواخته میشه و زده میشه و اینا. بله اینه که وقتی آخوند آمدن اوضاع بسیار بسیار بد شد. درسته. و این خصومت با سازهای فرنگی هم خودش صدمات خیلی زیادی. بله من این نکته هم خدمت شما بگم. وقتی انقلاب شده بود خب من تنها کسی بودم که دور تلویزیون بودم، دلیلش حالا نمیگم خیلی وقتتون رو میگیره. یه آقایی بود اینا از طرف خمینی از قوم اومدن به نام شورای رادیو تلویزیون، هنوز قدرت‌زاده مدیر عامل نشده بود. آقایی بود در اون شیخ مشتهد شبستری معمم بود. یه روز من صدا کردم گفتش که یه آقای تعدادی سرود ساخته آورده. منم خب میدونستم جریان چیه. گفتم که ریش دارن قد بلندی داره؟ گفت بله. گفتم شما برید
بغل دانشگاه، روبروی دانشگاه این دکه نوار فروشی کاست بود. گفتم اینا رو اونجا چیدن، اینا این سرودا رو آوردن که اینا پخش بشه، مردم برن اینا رو بخرن. باور کنید همه رو آقای لطفی ساخته بود. من چه سالی بود؟ همون سال اولی که به اصطلاح انقلاب شد دیگه. میگم هنوز قطرزاده رو ماموریت بهش ندادن بیاد رادیو تلویزیون اینا. بعد آقای لطفی، اینه باید دوستان جوانم، آقای مشیر، به نظر من آدم مگه عمر نوح که نداره باید بگی، لطفی بزرگترین ضربه رو به موسیقی ما زد. حالا عرض میکنم چرا. آمد در رادیو تمام نوازنده های ویولون، نمونش مثلا برادران یوسف زاده بودن، یوسف زمانی، بله، اومد گفت اونهایی که کارمندای جای دیگه هستن حق ندارن به رادیو بیان. شما میدونید که اکثر نوازنده های ارکستر شغل دومشون این بود. آقا ارکستر همه رو بیکار کردن. خب جمهوری اسلامی که از خداش بود دیگه. آقا رادیو حقوق نداشت بگیره، پولی نداشت، پولی نداشت، اندکی به بعضیا فقط تعلق میگیره. بله. من میخوام بگم چه ضربه ای زد. عجب. همه اینا رو خانه نشین کرد. ارکستر منحل شد. بعد خودش شروع کرد اون سرودای کذایی رو ساختن. که نمونهش هم دوستان ما الان میشنون، منتها جوانان نمیدونن، تصور میکنن که این مثلا کار آقاست. نه خیر، اینا رو قبلا بزرگان ما ساخته بودن، اجرا شده بود. یکی دو تا کار انقلابی این ساخت مثلا روی بعضی شعرها که خب اون زمان. بعد خب مدتی هم میدونید که آمد امریکا، بعد رفت اروپا. بله، سال امریکا بود. بله. بعد ولی نه، خدمتی نکرد جز اینکه عالی موسیقی میدونن، جز زیان و ضربه کاری از پیش نبرد. در زمان آقای ابتهاج هم همین آدم باعث و بانی شد که ارکسترا تعطیل بشه به طور کلی. دیگه ما موسیقی نیم ساعته یک روبه تو رادیو نداشتیم. بله. برنامه گلهام که شامل دیگه شما میدونید انواع اقسام گلها بود. دیگه حرف من نیست، صدای آقای ابتهاج منم دارم. گفت ما اومدیم دیدیم که دیگه مرزاخان محجوبی نیست. خب جایگزین شده بود استاد بزرگواری مثل معروفی که بود. بله. بله. میگفت ما این گلها رو همه رو ریختیم دور، یک کاسه کردیم، اسمش رو گذاشتیم گلهای تازه. خب گلهای تازه فقط آوازخوناش کیا بودن؟ همونایی بودن که در گلهام شرکت میکرد، محمودی خانساری. بله، آواز میخوند. بله. یه خیلی به ندرت اکبر گویپالگانی، بیشتر اون کارا رو استاد چجریان اجرا کرد. آها. چون میدونید چجریان زمان پیرنیام میخوند به نام سیاوش بیدگانی. شما اگه برق ثبت ها رو بشنوید، بله، برق ثبت اکثرا مصداده استاد شجریانی که اون موقع به نام سیاوش و بیدگانه میخوند. منظور این که اینا یه تیم بودن. حتی جشن هنر شیراز یک سال اینا تونستن شهیدی رو ببرن که استاد پایور بود اینا، و شهیدی واقعا زیبا اجرا کردن. که شهیدی کسی بود که در مکتب مهرتاج تربیت شده بود. بله. موسیقی رو خوب میشناخت. بله. نوازنده توانایی بود و صداش هم که دلنشین بود دیگه، کارهای زیبا اجرا کرده. بله. خیلی با اقبال نسل جوان مواجه شد. یعنی من در تایید فرمایش شما این دارم عرض میکنم میفرد. اگر این کار را انجام نمیپذیرفت چه بس رو که این نظام مولاتاریا، این حجت اسلام ها قدرت نداشتن که به این صورت غلغم کنند. بله، همینطوره. به نظر من خود اهالی موسیقی ظلم کردن به خود موسیقیدان های ما. بله، بسیار. یه تعدادی آقای مشیری عزیز تصور کردن حالا که بدیا یا حقیا تجویدیا خانه‌نشین شدن، حالا نوبت اینات. آقا شما اون قدرت و توانایی، اون بینش و استادا رو که نداشتی. بله. ناکام بودی در کارتون. اینا اومدن در خدمت نظام که شما میدید همین سرودا رو ساختن دیگه. حتی یکی از خواننده های بزرگ ما آقای اکبر گلپایگانی، خب صداش ممنوع شد دیگه، اجازه نداشت بخونه، ولی برادرشون به نام گلریز اومد چند تا سرود خون. عجب. بله، اون سرودی که مشهور میگه خمینی امام. اه. آره، این نمیدونم انقلاب ماست و این رهبر ماست، اینا گرجیس خونده. خیلی از این خواننده ها اون موقع من یکی دو تا انقلابی خوندن. حتی یه خواننده اینجا داریم که حالا خودش هم باعث مباهاتشه، آقای حاتف، یه آهنگی اومد خون برای اینا، الله 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 تو پناهی بر بی پناهان. یعنی آقای لطفی، من چون نبودم اینا رو شما نشنیدید. من شما اینا رو نشنیدید، ولی آقای لطفی اون سرود جمعه رو ساخت. بعد یه سرود دیگه ساختن همین دوستانی که ادعا میکنن. آقا شما نگاه بکنید، سرود ساخته مرگ بر آمریکا. کی ساخته؟ همین آقای لطفی. اینا ارکستر بزرگم اجرا کرده، گروه کر همینو خوندن.
آهنگ ساختن مرگ بر آن بله 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 موجوده اینا که من میگم موجوده. خب فقط از توبره چپ اینا بیرون میاد همین دیگه برای اینکه اینا فقط از توبره تبلیغات چپ. شما یادتون باشه حالا من کاری ندارم ما به خوبی چید ارتش ما رو کی فکر میکنه شعار میداد داد منحل بشه ارتش خلقی همینا بودن دیگه یک عده اینا بودن عده مجاهدین که دائما میگفتن که خمینی باید این ارتش منحل حتی این اعدام ها که شده بود اینا نمیدونین با چه جملاتی تایید کردن بله که کمه بله کمه بله اونا رو من در جریانش بودم چون در حالی که ما موسیقیدانی مثل کلنل وزیری داشتیم که میدونه جزء اول قزاق‌ها بوده نظامی بوده دیگه بله با قزاق‌ها کار میکرده آزادی‌خواه هم بوده وزیری بله. یکی از آزادی‌خواهان دوران مشروطیته خب اون به قول شما یا رکن‌الدین مختاری که نظامی بوده بله کار هنری میکرده متاسفانه من نمیدونم این گروهی که اندیشه چپ داشتن به خصوص توده‌ای ها چه دشمنی با موسیقی داشتن آقای مشیری من موندم اینها با تمام عناصر برجسته فرهنگ مملکت یه خصومتی داشتن بله. با تاریخ که خیلی به لحاظ این که در واقع برابر اندیشه مارکس تاریخ به لحاظ در واقع تحول بدون گونه بودی که اون بود میگفت و اینها تاریخ ایران رو یک تاریخ در واقع تسلط فئودال ها و شاهان بر جامعه میدونستن و بهره کشی از رعایا و از اینجور تحلیل های اونچنانی میکردن بنابراین و از میان بردن شخصیت‌های تاریخی به لحاظ اینکه آقای مارکس گفته بود که آقا شخصیت مهم نیست فرد مهم نیست بله. این طبقات هستن اینها اینه که ما در سعدی مرتب خونده بودیم که قارون هلاک مثل میگم قارون بله. هلاک شد که 40 خانه گنج داشت نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت حس غرور میکردیم بله که در فرمانده تاریخی ما بله. انوشیروان هست بله, بله. یا کوروش هست اینا بعد اینا آمدن دو نسل و بیشتر دو سه نسل رو بی سواد بار آوردن بله. یعنی تاریخ رو نفی کردن توهین کردن بله. و کلیشه گویی رو رایج کردن با 20 سال لغت بیهوده که اصلا به کار ما نمیخورد همه چی کار دنیا رو تحلیل میکردن تمام مشکلات عالم رو اینا حل کرده میدونستن بله. اینه که متاسفانه ضمن اون که در بین اینها بله. پیدا بودن آدم های فرهنگی بله. که کارهای خوب هم کردن اما روی هم رفته زیان این حزب توده و بله. اینها درست کارهایی که باید نکنن میکردن کارهایی باید میکردن نمی کردن. مثلا زمانی که جنبش ملی بود بله. اینها به عوض اینکه پشتیبان جنبش ملی باشن نکردن و بیرون نیمدن بله. و در تقابل باش اومدن بله. اون زمانی که نمیواسی خمینی رو پشتیبانی میکردن حمایت کردن درست. توجه میکنید طبعا. یعنی در پیشگاه تاریخ فکر کنم نامنی که در خودشون نبود بله. بنابراین به موسیقی هم به همین وجه نگاه میکرد بله. آقا شما نمیتونید موسیقی مملکت رو نفی بکنید برسه. و طبقه بندی بکنید و بگویید که این موسیقی رادیویی این بله. اصطلاح رو لطفی در آورده بله لطفی هم مرد هنرمندی بود بله در اینکه نوازنده توانایی بود بله استاد اون کار کاش ایستاده بود در بله. اون مرحله و بله. استاد کار بود و اینا ولی اینکه شما بیایید نفی بکنی و دیگران رو مسخره بکنی و عرض کنم که اینجور تأثیرات ناجور این خوب نبود و متاسفانه اینطور شد دیگه آقای توفیقی بله متاسفانه این گونه شد از کنجا موشی شما که شما شعر کردین چپی ها من یادم خب نیما شاعر توانایی همه میدونیم که پدر بله. شعر مدرن و جدید نیماست مثلا فکر کنید همین لطفینا اومدن یه دونه کار انتخاب کردن دادن آقای افتاج گفتن آقا رو این یک آهنگ ما بسازیم اون داروک شعر بله نیما بله. من شنیدم به روایتی میگن این داروک پیامی است که به انقلاب به اصطلاح سوسیالیستی روسیه است داروک کی میرسد باران توجیه شده تفسیر کردن منظورم اینه که این نوع شعرها
که توجیه کننده یه کشور دیگه ای بوده که همیشه به کشور ما طمع داشته. کار الانش نیست، یه واقعیت تاریخ معاصر. شما استاد منید، بهتر از من میدونید. این همه شعرهای قشنگ داره نیما، انگوش روی این داروک نهادن. عجب. چرا؟ برای اینکه این داروک پیامی است که به ملت میده از اون سوی که اونجا باران اومده، حالا باید اینجا. واقعیت خجی است. بله. متاسفانه بله. آن کار مثبت که باید میکردن نکردن. بله. جز اینکه خیلی عذر میخوام به بزرگان ما، به عالی موسیقی، به زحمت کشا، به نام‌آوران ما، واقعا لطمه زدم و جفا زیاد شد به این هنرمندا. بله همینطوره. خودشون هم به جای نرسیدن. خودشون هم هیچ جایی. آقای مشیری الان به بحث نمیخوام. همین سیاوش کسرایی پیغام داده بود. بله یادم، آقای شجریان اومد بیان کرد. بله. بله. آقای استاد شجریان بله. که آقا برید بگید که ما خبری نبوده و بله. ما از بیخوبون دچار اشتباه بودیم. بله. هر جا اینا پا گذاشتن جز سرکوب مردم، خفقان بله. و زندگی در منتهای سختی بله. و کنترل بله. کنترل بله. درست. یعنی درست. این ساختمانایی که از آلمان شرقی اینا ساختن، من دوستان من رفتن اونجا دیدن به بله. تفصیل برای من تعریف کردن بله. که چه ساختمان سیمانی به پنجره‌های کم زیرش بله. فروشگاه باید از اونجا خرید کنی بله. و این تسلط کمونیست واقعا یه بیماری بوده درسته. و هیچ جامعه‌ای رو به اینجا نرسونده. نخیر. هیچ جامعه رو خوشبخت نکرده. نه مثل همین اسلام که میگن که با سعادت ما ندیدیم جامعه در زیر سایه اسلام به سعادت رسیده باشه. نه خیر. این 53 کشوری هست. این داستان کمونیسم هم همین بود. باری چون صحبت از موسیقی بود لازم آمد که به این جنبش هم یه نگاهی بکنیم. درست میفهمید. و عرض کنم که در ارتباط جناب مشیری نمیشه که آدم واقعا این ارتباط ها رو نادیده بگیره. بله. بلکه در مقوله هنر اولویت به موسیقیه. مثلا شما نگاه بکنید، ما در تئاترمون مثلا آدم مثل نوشین داشتیم، بسیار توانا بود. بله بسیار بله. هنرمند بود. بله بله عبدالحسین نوشین. بله آقای نوشین بعد سر اون ماجرا که رب به شوروی، خب چه سختی ها کشیدن. اعضای کمیته مرکزی حزب توده. بله خود اینا بعدن آقای مشیر باور کنید بچه هاشون تعریف میکردن بسیار نادم و پشیمان بله. شده. بله همین نوشین به دکتر خانلری آقا یه کاری که ما برگردیم ولی بله. مخالفت. آقای توفیق عزیزم چون نام ویولن هست، ما ببینید، ما ببینیم یک ساز خیلی خوش صداست. آقای شریف داره میزنه، آقای شهناز میزنه، آقای لطفی داره میزنه. حواسمون نیست که یک تشکر سپاسی از سازنده اون ساز که اینا کی بودن این کار را کردن. در باب ویولون ما لازم و واجب است که از استاد قنبری اینجا بله واقعا یاد کنیم، استاد بزرگوار. بله که از روزگار مرحوم سبا ایشون مشغول بود به این کارهای بله. هنری اصلا ویولوناش مشهوره. بله 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 و ایشون خوشبختانه در حیات هستن. دوانی. ما درود میفرستیم خدمتشون از اینجا باشن. و ویولوناشون من یکی دست آقای برزی دیدم. بله فکر میکنم که دست آقای یزدان پناه دوست عزیزم بله هستش. بله بله سازای ایشون استاد بزرگواری، بسیار خوب ویولون میسازه، اصلا مشهور دیگه ویولون. بله خب فقط ایشون بود مشهور در ایران. بله دیگه یادی از ایشون کرده باشیم. بله حالا شما مطلبی دارید بفرمایید. حالا آقای مشیری انقدر دامنه موسیقی وسیعه بله. چون بعضی از دوستان ممکنه ما بحثمون روی شخصیت‌های متفاوت نیست، چون در زمینه موسیقی ما آهنگسازانی داشتیم که در رادیو الان مثلا من میدم بعضی میگه چرا مثلا عباس شاپوری نام نبردین، خیلی هستن ما معاصرین هنوز ذکر نکردیم، مثلا همین آقای انشان روحانی که شاگرد آقای واقعا میگم یکی از شاگردان توانای استاد جواد معروفی، خود انشان روحانی گفته خب یک آهنگساز بازوق، یک نوازنده بسیار توانای از کنم که پیانوست، همچنان روحانی کارهای جیوان بله، انجام نداده. البته اگر ما بعضی وقت اشاره نمی کنیم، چون فعلا جناب مشیری همون بحثی رو که آغاز کرده بود راجع به ویولون بله. و نوازنده های ویولون در ایران بله، اونا بله. که به خصوص در مورد تک نوازی خیلی شاخصن بله، بله. بیشتر رو اونا متمرکز شدیم بله، راجع به پرویز یعقوبی بله. راجع به پرویز یعقوبی واقعا آقای مشیری من فکر کنم که پرویز یعقوبی که نوابغ ما بود. همینطوره که شما استاد من در نوازندگی در ساختن آهنگ بله، شما یک دونه کار پرویز یعقوبی نمیدونید که متأثر از موسیقی سرزمین دیگه ای باشه.
همش واقعا ذوق خودشه و خب ترانه‌سرای خوبم باش کار کردن. بله. و رفیق عزیزش که بیژن ترقی بوده، حتی تورج عزیز و نگهبان چندین کار زیبا نوشته که پرویز آقای ساخته. بله. نمیدونستم. بله. پرویز آقای مشیری یک کار اون اوایل نوجوانیش ساخت، برای مرضیه خیلی آهنگای زیبایی ساخت. بله بله. و برای آقای منان که هفته پیش عرض کردم اون آهنگ زیبا رو ساخت. یا آهنگی خودش خیلی دوست می‌داشت الهی خوند به نام حکایت دل. خیلی خودش به اون آهنگ علاقمند بود. نمیدونم حالا پرویز اگه نتونست دیگه امیر شهرتی عزیز، چون من می‌خواستم انشالله یه بحث هم اختصاص بدهیم در خدمت شما اگر این توافق بفرمایید راجع به وزیری، کارهای وزیری رو غیر از اون کارهایی که مارش و اینا ساخت، سرودهای مدارس، کارهای خیلی خوب داره، کارهای خیلی زیبا داره که استاد منان اجرا کرده، اصلا تو برنامه گلهام آقای رولا خالقی اینا رو تنظیم جدید کرده. آدم آقای مشیری اگرم آهنگ می‌سازید مثلا روی اشعار سعدی، بله، شما ملاحظه کنید کنل وزیری چقدر قشنگ آهنگ نوشته گذاشته، ارکستر وقتی میزنه اونجا آدم در میاد آقا این اثر چقدر قابل تعمقه، چقدر زیباست. بله. یکی دوتا هم نیست، خیلی کار داره، خیلی کار کرده وزیری. بله. وزیری یادتون باشه دیگه ویولونو اول به سبک کمونچه مینواختن دیگه. بله. وزیری این ممنوع که آقا این نیست، وقتی نوت رو رایج کرد، خب در خدمتش استادان بزرگ بودن دیگه، سبا یکی از یاران صمیمیش بود. بله همینطوره. که مثلا به یکی میگفت سبا جان پاشو این چیزه به این بده، خودش بله نمیرسید. بله. خیلی بله. خاطرات زیبای خود بله استاد بله. خالقی بله نوشته. بله. خب آقای مشیری من فکر کنم اون دفعه راجع به یاقی صحبت کردیم نتونستیم. امیر جان اگر بشه یه کاری از پرویز یاقی، همون حکایت دل، اگه نشود آقای مشیری ناقص اون دفعه پخش کردیم، من یادمه، به یاد دوست هنرمند خودش، ببین چقدر اینا انسانی میاندیشیدن. وقتی حبیب‌الله خان بدیع فوت شد، پرویز یاقی یک قطعه رو نواخته، اسم گشته یا، خودش توضیح داد گفت من این رو به یاد دوست هنرمندم، آهنگساز توانا، نوازنده توانای ویولون، حبیب‌الله خان بدیع نوشتم و نواختم. عجب. بله. کاستش اون موقع برای من فرستاد، سیدیشو. اتفاقا من باشم گفتگو کردم، گفتم استاد یعقوب دوست می‌دارین کدوم یکی از کارا رو بشنویم؟ گفت اگر اون قطعه‌ای که من به یاد حبیب‌الله خان بدیع نواختم اونو پخش کنید ممنون میشم. حالا عجب، من نمی‌دونم عجب. خب الان هست؟ بله الان پیش آقا شهرتی هست. اون دفعه یکی دو دقیقه شنیدیم ولی فوق العاده زیبا نواخت. بله بله. اگر شما موافق باشید بله با این دیگه آقای شهرتی خواهش می‌کنم خداحافظی کنیم. آقا شهرتی میگه خداحافظی کنیم، ما اونو بشنویم. خداحافظی میکنیم، قربونتون برم. قربان شما. آقای مشیری من خیلی استفاده کردم بیگمان. دوستداران موسیقی، چون آقای مشیری عزیز ما دوستان ارجمند، حالا من رشته های دیگر کار ندارم، در مورد موسیقی مطالعات عمیق داره، ریشه یابی کرده و خودشون هم هنرمندی هستن که دستی در ساختن سازم دارن. حتی حالا من اجازه داد من اینو بیان کنم. به هر حال با سپاس از شما، با امید دیدارتون دوستان ارجمند، به اتفاق استاد مشیری عزیز با همه شما هم خداحافظی میکنیم با تشکر از امیر شهرتی کارگردان فنیمون.